بینندگان محترم خدمت شما سلام عرض می کنم خیلی خوش اومدید به مطالعه رساله به رومیان این جلسه جلسه شماره 24 هم هست در کتاب رومیان رساله به رومیان فصل 15 هم در واقع سعی خواهیم کرد همه این فصل رو مطالعه کنیم که از این 33 آیه آیه های برگزیده ای خدمت شما ارائه خواهد شد که از شما دعوت می کنم به این آیه ها گوش بدید و عنوان درس این جلسه یک رأیی و معموریت یا اون اتحادی که با هم داریم در انجیل و خدمتی که در انجیل همه ما با هم داریم پس لطفا توجه کنید به گزیده های از آیه های این فصل فصل پانزدهم رومیان و ما که توانا هستیم ضعف های ناتوانان را متحمل بشویم و خوشی خود را طالب نباشیم هر یکی از ما همسایه خود را خوش بسازد در آنچه برای بنا نیکوست زیرا مسیح نیز خوشی خود را طالب نمی بود بلکه چنان که مکتوب است ملامت های ملامت کنندگان تو بر من تاری گردید زیرا همه چیزهایی که از قبل مکتوب شد برای تعلیم ما نوشته شد به صبر و تسلی کتاب امیدوار باشیم الان خدای صبر و تسلی شما را فیض عطا کند تا موافق مسیح عیسی با یکدیگر یک رأی یک باشید تا یک دل و یک زبان شده خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح را تمجید نمایید پس یکدیگر را بپذیرید چنانکه مسیح نیز ما را پذیرفت برای جلال خدا زیرا میگویم عیسی مسیح خادم ختنه گردید به جهت راستی خدا تا وعده های اجداد را ثابت گرداند و تا امتها خدا را تمجید نمایند به سبب رحمت او چنانکه مکتوب است که از این جهت تو را در میان امتها اقرار خواهم کرد و به نام تو تسبیح خواهم خواند. الان خدای امید شما را از کمال خوشی و سلامتی در ایمان پر سازد تا به قوت روح القدس در امید افزوده گردید لکن ای برادران من خود نیز درباره شما یقین می دانم که خود از نیکویی مملو و پر از کمال معرفت و قادر بر نصیحت نمودن یکدیگر هستید لکن ای برادران بسیار جسارت ورزیده من خود نیز به شما جزئی نوشتم تا شما را یادآوری نمایم به سبب آن فیضی که خدا به من بخشیده است تا خادم عیسی مسیح شوم برای امتها و کهانت انجیل خدا را به جا آورم تا هدیه امتها مقبول افتد مقدس شده به روح القدس پس به مسیح عیسی در کارهای خدا فخر دارم همونطور که میبینیم پولس خودش رو آماده میکنه چون داره نزدیک میشه به قسمت پایانی رساله خودش و تمرکز خودش رو در این فصل بر روی دو موضوع اساسی که دو موضوع اساسی کل رساله به رومیان هستن میگذاره مورد اول یک رأیی بر مبنای انجیل در درون کلیسا و مورد دوم آن مأموریت واحدی که بر مبنای انجیل ما مسیحیان در دنیا داریم پس هدف اولش میزنه به درون کلیسا که باید یک رعی باشن هدف دومش به خدمت کلیسا بیرون کلیسا در دنیا که باید یک مأموریت واحد باشه پولس با این شروع میکنه که خوشی خود را طالب نباشیم خوشی خود را طالب نباشیم یک اصل فراگیر هست پیرامون اخلاقیات مسیحی که در آیه یک میگه ما که توانا هستیم ضعف های ناتوانان را متحمل شویم و خوشی خود را طالب نباشیم کسانی که قدرت دارند چه از لازه فرهنگی اجتماعی اقتصادی این افراد باید از قدرت خودشون در جهت بنا و خوشنودی اونهایی که در اون زمین ضعف دارند استفاده کنن و نباید از قدرتشون هر قدرتی که هست استفاده کنن فقط برای اینکه زندگی راحتی داشته باشن روشنه که این بحث بر اساس آنچه که در فصل چهاردهم گفته شد استوار شده جایی که پولس داشت در مورد روابط درون کلیسا تعلیم میداد اما وقتی در باب پنزه هم میرسیم به آیه دو کاربرد واژه همسایه این تعلیم رو از درون کلیسا بیرون میبره بستش میده تنها مسیحیان هستن که برادر و خواهر من محسوب میشن اما همه انسان ها همسایه من هستن پس این اصل ارائه شده در رومیان پونزده یک اصل فراگیره چون همه جنبه های زندگی و همه کسانی رو که باشون برخورد میکنیم درون کلیسا یا بیرون کلیسا همه رو در بر داره از جنبه مالی صحبت کنیم از مسیحیان پولدار انتظار میره پول خودشونو هدیه از جانب خداوند بدونن و با اون پول بی پولی ها رو غنی کنن گردآوری کنن هدایات چنان که پولو صحبت شو میکنه برای مسیحیان مفلس اورشلیم بله از پولی که خدا به من داده هدیه خدا به من من برکت بدم دیگری را که اون چرا که من دارم نداره از نقطه نظر رهبری کلیسایی مسیحیانی که در سمت رهبری کلیسا هستند، قرار نیست خوش بگذرونند و احساس راحتی کنند، ولی نگاهشون باید جای ای باشه. به با اون افراد شکاک، به اون افراد ضعیف، به اون افرادی که باید بلند کرده بشن، تسلی داده بشن، بعض وقتها تو، توبیخ بشن و افراد بیرون از کلیسا، اونهایی که محتاجن، محتاج پیغام انجیلن و یا مثل یحیای تمیدنده، جلوی گناهان اجتماعی هم بیستیم در رابطه با روابط ما قرار نیست دقت کنید ما قرار نیست که صرفا با آدم هایی از جنس خودمون یا کسایی که ما رو دوست دارن به ما هدیه میدن از لحاظ عاطفی ما رو تقویت میکنن رابطه داشته باشیم بلکه با باید مشتاق باشیم که رابطه داشته باشیم حتی با اونهایی که با ما متفاوتن یعنی یک فرد مسیح وقتی که وارد یک اتاق میشه از خودش نه این پرسه آیا اینها همون کسانی هن که من دوست دارم ببینم آیا از مصاحبت با اینا لذت خواهم برد برعکس باید بپرسه چطور میتونم به این افراد کمک کنم اونها رو بنا کنم اونها رو خدمت کنم زمینه خدمت چیه از چی استفاده کنم تا این اگر افتادگانم بلند کنم اگر احتیاج به تسلی دارن تسلی بدم اگر پیغام انجیل رو نشیدم پیغام انجیل رو بدم از خودمون باید این سوال ها رو بکنیم و اگر مورد انتخاب محل زندگی باشه به جای که بپرسم کجا میتونم خیلی راحت تر زندگی کنم باید بپرسم کجا میتونم برای خدا و دیگران و خدمت انجیل من مفیدتر باشم و جالب اینه دلیل حضور مسیحیان در اجتماع همینه که برای مسیح بدرخشن پیشرفت جامعه خدمتیه که مسیحیان به عهده گرفتن به عهدهشون گذاشته شده و خدمتشونه اعمال نیکو تا اعمال نیکوی شما را دیده پدر شما رو که در آسمان است تمجید نمایند و وقتی برسیم به روابط داخل کلیسا در کلیسا قرار نیست که ما در مواردی که با دیگران اختلاف نظر داریم در پی این باشیم که آقا هر چی شده من حرفم رو به کرسی بنشونم پوز کس دیگری رو به خاک بمالم بلکه باید احترام بگذاریم نظر خودمون رو دیدگاه خودمون رو بازنگری کنیم از طریق کتاب مقدس شاید احتیاج داریم بعضی چیزها رو عوض کنیم و مراعات کنیم اون نقطه حساسی رو که دیگران دارن صدمه نزنیم عیسی مسیح هم نمونه و هم انگیزه ماست در این روش مسیح پسر ازلی خدا که شایسته هم دو پرستش همه جهانیانه خوشی خود را طالب نمی بود او نیامد تا مختوم بشه بلکه تا خدمت کنه وقتی به کلام خدا نگاه میکنیم درون کلام خدا یک ماهیتی هست که نباید اون رو ما از دست بدیم پولس به طور خلاصه این توضیح رو هم زمیمه میکنه زیرا همه چیزهایی که از قبل مکتوب شد برای تعلیم ما نوشته شد تا به صبر و تسلی کتاب امیدوار باشیم همه یک تک جمله چند مورد رو درون خودش داره دقت کنید داره میگه کلام خدا برای زندگی امروز هم کاربرد تام و تمام داره همه چیز هر آنچه که به عنوان الهام جامعه کتاب مقدس شناخته شده هر ذره از اون رو خدا برای ما ترک کرده و هر ذره از اون حاوی درس و کاربرد برای امروز من فردای من پس فردای من همه روزهای زندگی منه همه چیز برای تعلیب من نوشته شده مورد دوم کلام خدا حول محوریت مسیح شکل گرفته یادتون در راه امواس لوقا باب 24 وقتی مسیح ملاقات کرد اون دو شاگردی رو که میرفتن پیغام خودش رو یعنی آنچه که در مورد مسیح بود در عهد عتیق براشون گفت عجب کلاسی بوده یعنی در اون مسیری که اینا داشتن میرفتن تا برسن به اون دهکده خودشون امواز مسیح عهدعتیق رو براشون باز کرد و ثابت کرد که در مورد مسیح بوده در مورد خودش بوده مورد سوم اینه که کلام خدا اگر درست مورد استفاده قرار بگیره امید رو در وجود ما افزایش میده کتاب مقدس این کارو به دو صورت انجام میده صبر و تسلی صبر یعنی چی یعنی کتاب مقدس ما رو به سخت کوشی و انضباط فرا میخونه تسلی یعنی چی یعنی در برگیرنده وعده های بسیار عالی و ارزشمندیه که ما باید بهش متوسل بشیم پس کلام خدا ماهیت عجیبی داره که میتونه کمک بکنه درون کلیسا این یک رعیی شکل بگیره یک رعیی خودش رو چطور نشون میده آیه های 56 دعا برای یک رعی کلیساست که میان ایمانداران قوی و ضعیف در باب پیشین صحبت شو کردیم و این یک رعی در نهایت روحیه که خدا باید عطا کنه هیچ راهی برای به وجود اومدن یا به وجود آوردن یک رعی وجود نداره یک رعی از جانب خدا عطا میشه و از طریق پیروی مشترک مسیح من مسیح رو دنبال کنم تو مسیح رو دنبال کنی من به کتاب مقدس بچسبم تو به کتاب مقدس بچسبی من محبت او را در دل داشته باشم تو محبت او را در دل داشته باشی من همان روح را دارم تو همان روح را داری ما یک رعیم یک رعی خودش چطور نشون میده پولس در آیه های 56 دعا میکنه برای یک رعی میانه ایماندار قوی و ضعیف این یک رعی در نهایت چیزی که باید خدا عطا کنه راهی برای به بو وجود آوردنش وجود نداره یک راهی از طریق پیروی مشترک مسیح میسره یعنی اگر من مسیح رو پیروی میکنم اگر شما مسیح رو پیروی میکنید اگر من متمسک به کلام خدا هستم شما متمسک به کلام خدایی اگر من روح مقدس رو دارم اگر شما روح القدس رو دارید اگر من محبت او رو دارم اگر تو محبت او رو داری ما داریم در یک رأی پیش میریم خدا زمانی اون رو عطا میکنه که موافق مسیح رفتار کنیم یک رعی فراورده پیروی کردن از مسیحه تنها ایماندارانی که با سخت کوشی از مسیح پیروی کنند، یعنی برای رشد و خدمت مسیحی اولویت قائل میشن یک رای عمیقی رو تجربه خواهند کرد و این یک رعی با پرستش دست جمعی ما همراهه و روش میکنه دقت کنید در آیه تا یک دل و یک زبان شده خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح را تمجید نمایید منظور پولس از زبان تا در اینجا نشون میده که یک رای روحانی منظور نظرشه تا ما بتونیم با هم خدا رو بپرستیم تجربه که از خیلی از خادمین من شنیدم و این رو با شما در میان خواهم گذاشت تجربه عجیبی در رابطه با یک رئی اگر جایی نفاق هست اگر جایی ناسازگاری هست اگر اون افراد در گروه های مختلف حالا دیگه لشکرکشی دارن میکنن اگر اینها رو بشه کنار هم گذاشت و تشویقشون کرد با هم دعا کنن بهتون قول میدم خیلی چیزا حل میشه اگر حاضر نشن بشینن با هم دعا کنن نمیتونن یک رأی بشن پولس در آیه هفت اضافه میکنه که شالوده این یک رأی همان عادل شمرده شدگی ما در مسیحه میگه پس یک دیگر رو بپذیرید چنانکه اینکه مسیح نیز ما را پذیرفت برای جلال خدا این تنها زمانی ممکنه که ما بفهمیم از جانب خدا پذیرفته شدیم اینکه که دیگه خودمون همدیگر رو به روخ همدیگه نمیکشیم اگر مفهوم عادل شمرده شدگی رو درک کنیم و بدونیم که ما به رقم همه نقص ها و عیب هایی که داریم پذیرفته شدیم میتونیم دیگران رو که عیب و نقصم دارن مثل ما بپذیریم در واقع با شیوه نگاهمون به مردم و ابراز محبت به اونها به رقم معایبی که دارن چنان که ما داریم میتونیم بگیم تا چه حد انجیل رو فهمیدیم مسیح برای یهود و مسیح برای امتها یک بار دیگه پولس برمیگرده و میگه که مسیح نمونه بزرگیه برای این خدمت و روی هدف مسیح داره میزنه این مأموریت دو جنبه داشته پس یک رأیی باعث میشه که در خدمت هم متحد بشیم در مأموریت هم متحد بشیم جنبه اول این مأموریت یک عیسی مسیح خادم ختنه گردید به جهت راستی خدا تا وعده های اجداد را ثابت گرداند آیه هشت او کسیه که به فرزندان ابراهیم داره برکت میده کسیه که یهودیان در او به واسطه تحقق وعده هایی که به یعقوب داده شد میتونن با آسمان دسترسی پیدا کنن در رابطه با یهود دوم در آیه نه چی میگه؟ تا امتها خدا را تمجید نمایند به سبب رحمت او مسیحی که اومد برای یهود مسیح آمد تا خدا هم یهود و هم امت ها رو بپذیره و از این رو دقت کنید انجیل توانش رو داره که دیوار جدایی رو فرو بریزه یهودی و غیر یهودی ضعیف و قوی غنی و فقیر این واقعیت رو در کلیسا درک کنن و منعکس کنن نقشه خدا برای قومش همیشه این بوده که وقتی که انجیل موعظه بشه از همه اقوام، همه زبان ها، همه ملت ها پیغام رو بشنون و در مسیح نجات جاودانی رو تجربه کنند. پولس میزنه به تشویق مقتدر... ای که میتونه کلیسا رو در خدمت و معمولیتی که در پیش داره تقویت بکنه در دنباله دعا و استقاسه خودش برای عطای یک رأیی به کلیسا اونها رو داره تشویق میکنه درسته که هرگز با اونها ملاقات نکرده میگه اما درباره شما یقین میدانم که خود خودتون از نیکویی مملو و پر از کمال معرفت و قادر بر نصیحت نمودن یکدیگر هستید چه کلام تشویق آمیزی اطمینان داره و اطمینان میده که اونها میتونن مفاهیم انجیل رو بیش از پیش در جماعتشون به کار بگیرن و بر اساس اون مطابق نقشه خدا مأموریت ملکوت مسیح رو پیش ببرن مسیحیت دینی تبشیریه یعنی در درون این پیغام انگیزه لازم برای درمیان گذاشتن پیغام وجود داره ما میدونیم پولس بزرگترین مبشر در تاریخ کلیسای مسیحی بوده در باب 15 آیات 16 تا 23 مطالب زیادی در مورد خدمت بشارت پولس و گسترش انجیل ما دستگیرمون میشه و در میابیم که خیلی چیزها ما میتونیم یاد بگیریم ما شاهد انگیزه پولس برای بشارتیم پولس مکلف نبود این تکلیفش نبود بلکه براش اشتیاق داشت خودشو خادم عیسی مسیح برای امتها و به جا آورنده کهانت انجیل توصیف میکنه آیه 16 میگه در کارهای خدا فخر دارم یعنی به خدمتم افتخار میکنم در آیه 17 چرا؟ از نظر پولس بشارت خدمتی کهانتیه کهانت انجیل خدا را به جا آورم تا هدیه امت ها مقبول افتد آیه 16 وظیفه پرستنده عهد عتیق این بود که دو و قربانی و هدیه بیاره قربانی گناه برای کفاره گناه و طلب آمرزش از خدا و قربانی سوختنی که قربانی شکرگذاری بود از سر قدردانی خدمتگذاری و احترام به خدا بود در عهد جدید مسیحیان میفهمند که عیسی مسیح قربانی نهایی و کامل گناه رو فراهم کرد اما هنوز من و شما موظفیم قربانی های شکرگذاری تقدیم بکنیم در پاسخ به قربانی گناهی که مسیح فراهم کرد ما باید خودمون رو قربانی زنده تقدیم بکنیم رومیان دوازده یک. اینجا پولس غیر یهودیانی رو که به مسیح ایمان میارن به منزله هدایای خودش به پیشگاه خدا میاره از نگاه پولس بشارت یک روشیه برای هدیه دادن به خدا ستایش و شکرگذاری به درگاه خدا بشارتش هدیه به خدا و پاسخیه به همه چیزهایی که عیسی بهش بخشیده برای همین از نظر پولس بشارت یک خدمت کهانتیه که من و شما انجام میدیم این انگیزشه هدفش هدفی که به خاطرش تلاش میکنه تنها چیزی که براش اهمیت داره اموری که مسیح به واسطه من به عمل آورد آیه 18 برای اطاعت امتها در قول و فعل نکته در اینجاست که هدف پولس دگرگونی کامل زندگی این مردم بود او خواهان کسانیه که مطیع خدا بشن و مقدس بشن هدفش از بشارت اینه که تبدیلی صورت بگیره تا زمانی که مردم سروری کامل خداوند در زندگیشون نداشته باشن و با شادمانی اون خداوند را خدمت نکنن کار بشارت پیش نخواهد رفت و اما در کنار انگیزه پولس برای بشارت هدف پولس برای بشارت میرسیم به اینکه بشارت تا چه اندازه برای پولس حائز اهمیت بود پولس میگه در آیه 18 جرأت نمی کنم که سخنی بگویم جز در آن اموری که مسیح به واسطه ای من به عمل آورد ما معتقدیم که پولس بزرگترین الهی دان مسیحی در طول تاریخ کلیسا بوده اما کار او به عنوان یک الهی دان چیزی نبود که بهش افتخار کنه فخر بفروشه چیزی که بیشتر از همه باعث هیجان احساساتی شدن پولس میشد افرادی بودن که به واسطه خدمتش از موت به حیات منتقل می شدن. همه ما باید چنین احساسی داشته باشیم بله بی تردید پولوس اتیه بسیار خاصی داشت که شاید من و شما نداریم ولی هممون خونده شدیم تا همه امتها را شاگرد سازیم و پیوسته مستعد باشیم تا هر که سبب امیدی را که داریم از ما بپرسد او را جواب دهیم در اول پتروس 3.15 تا بتونیم زمان را دریابیم کلوسیان یعنی از هر فرصتی بیشترین بهره رو برگیریم و خدمت کنیم شاید یک نفر بپرسه بله ولی ابزار بشارت چیه؟ با قول و فعل پولس گفت مردم رو برای مسیح سید میکنم نه تنها کلامه بلکه فعله شهادت یک عزیز رو شنیدم که داشت میگفت من خیلی کوچیک بودم در بچگی به مسیح ایمان آوردم و این این جمله ای جمله که استفاده کرد این بود گفت قبل از اینکه پیغام رو بشنوم من پیغام رو دیدم در بابام پدرش مسیحی بوده خادم بوده و این بچه میگه من از کوچگی پیغام رو در پدرم دیدم محبت پدر زندگی پدر قدوسیت در پدر و از خودگذشتگی پدر مثل مسیح بود پدر من اول دیدم بعد یه ذره بزرگ شدم شنیدم و فهمیدم چیزی رو که دیده بودم پولس کلیسا رو به مراقبت از مسکینان تشویق میکنه در فعل در عمل تا اونها احتیاجاشون برآورده بشه آیا پولی که جمع کنیم برای ادهی مسکین باعث نجاتشون میشه؟ نه، پول، غذا، لباس کسی رو نجات نمیده. اما باعث میشه نور انجیل پخش بشه. و اونها در پس این اعمال محبت رو ببینند. محبت مسیح رو ببینند. این نشون میده که پولس بشارت رو یک پدیده تجسمی و عملی میدیده در این فصل راهبردی که پولس برای بشارت دادن داره چیه؟ اول اون میگه که من میرم جایی که پیغام انجیل شنیده نشده من روی ساختمونی که کس دیگه شروع کرده بنا نمیکنم. جایی که هیچ کس نشنیده این یکی از روش هاشه و در ضمن مطرح میکنه که من میرم جایی که شهره یعنی سیاست پولس برای بشارت محدود به شهرهای بزرگ میشد و این معنیش این نیست که ما نباید به شهرهای کوچیک یا دهکده ها بریم عیسی مسیح بیشتر این خدمتش رو در دهکده ها انجام داد اما این روشی که خدا ازش استفاده کرد سوالی که برای من و شما مطرح میشه این نیست که آیا ما از اون روشی که پولس داشت استفاده میکنیم یا نه سوال اصلی اینه آن انگیزه آن پیغام آن جدیت که پولس در خدمت داشت آیا ما داریم یا نه عزیزان دعای من این هست که خدا برای ما آشکار بکنه که آیا واقعا ما به عنوان خادمین حاضر هستیم مثل پولس اینطور دل به خدمت بدیم یعنی در کلیسا همه تلاشمون رو بکنیم که یک رای بشیم با برادر و خواهر علا رقم همه زعف ها و ایپا و ناهمه ها و نمیدونم عدم توافق در الهیات آیا حاضر هستیم یک رای بشیم و وقتی بیرون میریم از کلیسا آیا هممون به یه خدمت میزنیم تا مسیح دیده بشه آیا خدمت فقط کلامیه یا در عملم هست دعا میکنم خدا اینها را برای ما آشکار کنه چون ما رو دعوت کرده نه فقط نجات پیدا بکنیم بلکه پیغام نجات رو پخش بکنیم باعث تقویت کلیسا بشیم و در هر چه که میشه نام مسیح جلال پیدا بکنه مردم مسیح رو ببینن مردم عاشق مسیح بشن و مسیح با اعمال نیکوی ما میبخشید مردم با اعمال نیکوی ما دنبال مسیح برن و این دعای منه برای خودم برای شما و دعا میکنم روح القدس ما رو هدایت کنه تقدیس کنه قدرت بده و خدمت پرسمری به همه ما بده شما رو به فیض ایسای مسیح خداوند میسپارم تا جلسه دیگر Thank <laughs> you.